نگفتی من دلدارم، رفتی نگفتی دختر داری، رفتی امروز که امیرالمومنین مهمون خونه دخترش بود، دیگه دل تو دل زینب نبود. میدید ای بابا میاد تو حیات خونه، ای نگاه به آسمون میکنه، هی میدید مولا دست به محاسنش میگیره، انا لله و انا. بابا نگفتی من دل دارم، رفتی نگفتی دختر داری، رفتی بدون این که بار غم رو از رو دلم برداری، رفتی حالا من بدون تو کجا برم؟ بابا حالا من بدون تو چی کار کنم؟ اینقدر گریه می کنم که نیمه شب از خواب ناز سر تو بیدار کنم. حاجی ببخش منو، وای 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 سرم بابا، وای 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 دلم بابا، از بس زدنم کمرم با. یه جایی ها دیدم نیزهی که سر ابی عبدالله رو نیزه است، تو زمین فرو رفته، هر کاری میکردن نیزه است تو زمین در نمی اومد. اومد گفت برید امام سجاد و بیارید، حضرت اومد نگاه کردید سر رو نیزه برگشته داره عقب قافله رو نگاه میکنه. آقا فرمود گمانم یکی از بچه ها گم شده با. خانم زینب دید رقیه بین بچه ها، چه کار کنم دیگه، دل تو برده منم میگم. هرچی خانم اصرار کرد بذارید خودم برم این بچه رو بیارم، اجازه ندادن. آی حرامزاده، میگن زجش سوار اسب شد، تازیانشم برداشت، رسید وسط بیابون، دیدی دختر زیر یه بوت خوابش برده. داد بزن سیدا صدامو نشنون. نامرد پیاده شد، چنان با لگد به پهلوش زد، گفت پاشو یه قافله رو اسیر خودت. حاجی ببخشید، این حاج اصغر زنجانی میگفت قدیم که کارا مثل امروز نبود، میز و دفتر و کتاب نبود، قدیم یا همه آهنگر بودن یا کشاورز بودن. انشالله زود بگیری من باز نکنم حرف آجسته رو. گفتم یعنی چی؟ گفت همه دستا بزرگ بوده، همه این دستا پینه بسته بوده، تا بچه رو بلند کرد چنان سیلی تو صورت. وای بابا بابا، وای بابا. یه وقتی دیگه صداش نمیاد،
عمه جانش گفت ساکت باشی شاید خوابش بود. آروم آروم اومد دیده ای وای سر یه طرف دختر یه طرف افتاد. دیگه هرچی تکونش داد دید جواب نمیده. به ناله های آخر رقیه خانم زن و مرد اونایی که بیرون نشستن دست تو بیار بالا. اینطوری فایده نداره شب قدره به اون دستای کوچکی که گره های بزرگی رو باز میکنه ناله بزن الهی الهی.